سلام خدمت شما شاگردا امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند به برنامه آموزشی درس کیمیا از دریچه دانایی مکتب هادی خوش آمدید امروز درس ششم از فصل سوم کیمیای صنف نهم رو در خدمت شما هستیم که ادامه مرکبات با گروپ های وظیفوی مختلف می باشد. دوسفیر 964 780 255 چهیل 13 نمبر ارتباطی برنامه مکتب حادیسته از این طریق میتونید با ما ارتباط بگیرید. اهداف درسی که امروز ما و شما با هم می خواهیم کار کنیم در رابطه با استرها با استرها آشنا خواهید شد و همچنان نامگذاری استرها را یاد خواهید گرفت و در مطلب آخر امروز هم در رابطه با شهمیات و روغنیات با هم کار خواهیم نمود با شروع درس امروز با من همراه باشید استرها چگونه مراکباتی می باشد؟ استرها به با مرکباتی گفته می شود که مشتقات تیزاب های عضویسته که دارای گروپ وظیفوی سی دو رابطه و رابطه او ایچ است. ساده ترین استر را می تانیم می تایل فارمیت بگوییم مثال بزنیم برای شما که ساده ترین استر هست. با کمک هم بر روی تخت سیاه برای شما نشان میتیم و توضیح میدیم که ایسترها چه قسمی مشتقات تیزاب های اوزوی است. اگر به فرمول تیزاب های اوزوی دقت کرده باشید و یادتان باشد که در درس های قبل یاد گرفتیم فرمول تیزاب های چه قسمی بود؟ تیزاب های یا نام دیگرش کاربوکسیلیک ها هم با آن گفته شد. فرمول عمومی تیزاب ها R رابطه C دو رابطه او رابطه او رابطه H بود. این فرمول عمومی تیزاب های عضوی بود. که R یک الکایل بود. اگر بعد تیزاب های عضوی به فرمول تیزاب های عضوی دقت کنید در فرمول تیزاب های عضوی اگر اتم نایتروژن اتم هیدروژن که در این قسمت قرار گرفته است برداشته شود و به یک تا آر یا گروپ الکایل قرار بگیرد ساختار استرها به وجود می پس ساختار استرها به این صورت می شود آر رابطه سی دو رابطه او رابطه او رابطه R پس دیدید که به جای اتم هیدروژن گروپ R قرار گرفت در های اوزوی و استرها به وجود آمد و این مرکبات با فرمولی آر رابطه سی دو رابطه و رابطه او آر که دارای گروپ وظیفوی سی دو رابطه و رابطه او آر می باشد استر گفته می شود. پس استرها مشتقات تیزاب های عضوی و ساختار و گروپ وظیفوی استرها باید خوب دقت کنید. سوداترین تیزو سوداترین استر رو هم برای تون مثال زدیم که میتایل فارمیت بود با فرمول مولکولی اگر به جای R یک H قرار بگیرد رابطه گروه وظیفوی استر ها هم که سی دو رابطه او رابطه او آر از آر اگر یک گروپ میتال قرار بگیرد ساختار میتال فرمید که ساده ترین استرها می باشد با وجود می آید و اما استرهای مایع به چه استرهایی گفته می شود اگر وزن مولکولی استرها بسیار پایین باشد یا در واقع در استرها گروپ الکایل آنها کوچک باشد فرض مثال الکایل باشه با یک اتم کربن یا دو اتم کربن در این صورت استر به شکل مایع یافت می شود استرها به مایعات کاملا بیرنگ است که بوی بسیار خوشگواری داره که از جمله بوی انواع میوجات را می دهد و مثل سیب مثل انواع میوه های دیگر مثل کیله مثل ناک را میدهد و همچنان بوی انواع نباتات و گل را هم میدهد پس بنابراین استرها دارای بسیار بوی خوشگوار و بوی خوش میباشد در ادامه میخواهیم یاد بگیریم که چی تعاملاتی را استرها میتونه انجام بده؟ از جمله تعاملاتی که استرها میتونه انجام بده تعامل استریفیکیشن است یا تعامل استرسازی هم با آن گفته می شود. در این تعاملات خوب دقت کنید تیزاب های عضوی با الکل ها وارد تعامل می شود. در اثر تعامل یک تیزاب عضوی با یک الکل استرها با وجود می مثالی که برای شما زده شده است دقت کنید اگر یک تیزاب عضوی داشته باشید با دو اتم کاربون با یک الکل دو کاربونه تعامل کند استر مورد نظر را تولید می کند و یک مقدار مولکول آب خب برای تخت سیاه با کمک هم فرمول و معادله کیمیاوی استرسازی را نوشته می کنیم که چه قسمی استر با وجود می آید. در تعاملات استرسازی یا استریفیکشن یک تیزاب عضوی با یک الکل وارد تعامل می شود و تیزاب و استر مورد نظر را تولید می کند با یک مقدار مولکول آب خب مثال آن فرمول شد دقت کنید یک تیزاب عضوی باشه به با این صورت CH3 رابطه C دو رابطه او رابطه او اچ تعامل کند با یک الکل الکل آن سی سه رابطه سی اچ دو رابطه او اچ باشد خواهیم ببینیم که چه قسمی از تعامل یک تیزاب با یک الکل استر و مولکول آم تولید میشود خود دقت کنید در ساختار تیزاب عضوی اتم هیدروژن و گروپ هیدروکسیل در ساختار الکل ها با هم تعامل می کنند به صورت H2O مولکول آب از تعامل خارج می شود پس محصولات آن یک تا H2O است و از جایی که اتم هایدروژن در ساختار تیزاب عضوی و, و گروپ هایدروکسیل در ساختار الکل ها جدا شده هست بقیه ای مالکول ها که ایمه باشد با هم وارد تعامل می شود و با هم رابطه برقرار می کند. پس محصول دیگه ای ما می شود C H C رابطه سی دو رابطه او رابطه او از این قسمت رابطه جدید تشکیل می شود سی اچ دو یا نوشته میکنه فرمول کلی یا نه سی دو اچ پنج که راحت تر باشید که به با این مرکب مورد نظر استر گفته می شود پس دیدید که در صورت تعامل یک تیزاب عضوی با یک الکل استرها چه قسمی با وجود آمد با خارج نمودن یک مولکول آب از تعامل بقیه های الکل یا فرمول با هم رابطه را تشکیل می دهد و استر مورد نظر با وجود می آیند. خب تا به اینجا با استرها آشنا شدید و تعامل استریفیکیشن که از جمله معروف ترین تعامل استرسازی می باشد هم آشنا شدید و یاد گرفتیم. در ادامه می خواهیم ببینیم که چه قسمی می توانیم استرها را نامگذاری کنیم. در نامگذاری استرها از فرمول زیر پیروی می کنیم. در ابتدا گروپی الکایل متصل به اتم اکسیژن در ساختار استرها را نوشته می کنیم. و بعد از او به جای پسوند ای در آخر نام هایدروکاربون مورد نظر پسوند او ای تی ای را نوشته میکنیم و تعویز میکنیم. با پیروی از فرمول زیر ما میتانیم استرها را نامگذاری کنیم. با توجه به فرمولی که برای شما داده شده است می رویم با هم یک سوال در رابطه با نامگذاری استرها کار کنیم. سوال قسمی است نام مرکبات زیر را نوشته کنید سه معادله برای شما داده شده است که این سه معادله را با کمک هم بر روی تخت سیاه نوشته می و نام آن را می نویسیم خب سه معادله برای شما داده شده است که نام استر مورد نظر را می خواهیم با هم نوشته کنیم. در نامگذاری استرها باید از فرمول بالا پیروی کنیم. گروپ الکایل متصل به اتم اکسیژن و بعد از او پسوند او ای تی ای به جای پسوند ای در آخر نام کاربان مورد نظر. با فرمول اول معادله اول دقت کنید مرحله اول شما باید الکایل متصل به اتم اکسیژن را پیدا کنید الکایل مورد نظر ما این می باشد درست است نام الکایل با دو اتم کاربون می شود ایتایل که نام آن را نوشته می کنیم خب بعد از او پسوند او ای تی ای را نوشته میکنه به جای حرف ای خوب دقت کنید در ساختار مورد نظر بعد از اینکه گروپ الکل را جدا کردیم و نامش را نوشته کردیم یک دو سه اتم کربن موجود است نام هیدروکربن با سه اتم کربن می شود پروپان که به جای پسوند ای از این پسوند استفاده میکنیم پرو پان که به جای حرف ای حرف ای را پاک میکنیم و به جایش چی قرار میتیم او ای تی ای که مشخصه استرها میباشد باشد پس نام مرکب شد چی؟ ایتایل پروپانویت. مرکب دوم را دقت کنید باز باید الکایل متصل به اتم اکسیژن را مشخص کنیم. نام الکایلی با یک اتم کاربون می شود میتایل. نام هایدروکاربونی با دو اتم کاربون می شود ایتان. و جای حرفی در آخر نام ایتان چی نوشته می پس فندی؟ او نام مرکب مورد نظر شد میتایل ایتان روید مرکب سوم را دقت کنید باز گروپ الکایلی که متصل به اتم اکسیژن هست را مشخص میکنید نام الکایلی با یک اتم کربن میشود میتایل نام هیدروکربنی با یک تا اتم کربن میشود میتان و جای حرفی در آخر نام میتان پسوند او ای تیره قرار میدیم. نام مرکب مورد نظر شد میتال میتانوید. پس به ترتیب شما تانیستید با پیروی از فرمولی بالا ها رو چکار کنید نامگذاری کنید. کافی است که گروه الکل متصل با اتم اکسیژن رو مشخص کنید و پسوند مورد نظر رو نوشته کنید خب تا به اینجا شما با استرها و همچنان نامگذاری استرها آشنا شدید در ادامه می خواهیم با هم کار کنیم که شحمیات و روغنیات چی است در ادامه با من همراه باشید و اما شحمیات و روغنیات از جمله روغن هایی که بسیار برای پخت و پز در زندگی روزمرگی ما شما مفید است و برای بدن مفید هست روغن مایع اولین هست که این روغن مورد نظر از ترکیب دو روغن یا دو مرکب اولیک اسید و گلیسرین با وجود می آید پس اگر از شما سوال شد که روغن اولین از ترکیب چین و ماده با وجود می آید اولیک اسید و گلیسرین با هم ترکیب شود تعامل کند روغن اولین برای ما با وجود می آید که بسیار برای پخت و پز مناسب و مفید است از آنجایی که روغنهای مایع حفظ و نگهداری و حمل و نقل آنها یک مقدار سخت می باشند به همین خاطر در لبراتوارها روغنهای مایع را رو با کمک عملیه هایدرو جنیشن با علاوه نمودن اتمهای هایدروژن به روغنهای جامد تبدیل می کند که روغنهای جامد حمل و نقل آنها و نگهداری آنها آسان تر است. از جمله روغن جامدی که طی عملیه جنیشن تولید می شود روغن مارجرین می باشد که مثال آن را باید یاد داشته باشید. مصرف روغن جامد شما می دانید که برای سلامتی ما و شما مفید نیست. از جمله ضرر که روغن جامد داره اگر روغن جامد را شما استفاده کنید روغن جامد وارد ورید ها می شود و در مسیر ورید ها همانطور که در شکل مشاهده می کنید با تشکیل یک لایه باعث می شود که مسیر رگ ها بسته شود پس روغن های جامد باعث بسته شدن ورید ها می شود و امراض قلبی را به وجود می آید پس استفاده آن بسیار مناسب نیست از جمله مثال های روغن های جامد ما میتونیم مسکه را نام ببریم که مسکه از جمله روغن های جامد است که از ترکیب سه روغن با وجود می آید روغن پالمیتین شحم بیوتارین که در درس های قبل با آن شدید و همچنان روغن اولوین از سه ترکیب روغن مسکه با وجود می آید در جواری هم روغن روغن که در جواری وجود داره از ترکیب دو روغن پالمیتین و اولین است تشکیل شده است که باید آن را یاد داشته باشید درس ما در اینجا تمام شد و اما جنبندی درس امروز امروز ما و شما یاد گرفتیم در رابطه با استرها و نامگذاری آنها که چه قسمی نامگذاری می شود گروپی وظیفوی استرها رو یاد گرفتیم که سی دو رابطه او رابطه او آر است و مثال زدیم برای شما و همچنان در رابطه با استرهای مایع با هم صحبت کردیم که استرهایی که دارای الکایل های کوچیک باشد استر مایع را تشکیل میدهد. دامگذاریان رو با هم کار کردیم و در آخر هم امروز در رابطه با شحمیات و رقنیات با هم کار کردیم که روغنیات اولین از جمله روغنهای بسیار مهم است در زندگی روزمرگی ما و شما و مسکر رو و جواری را با هم مثال زدیم که از چه روغنهایی تشکیل شده است و روغنهای جامد ضررهای آن را گفتیم که باعث بسته شدن وریدها میشد و عملیه هایدروجنیشن را یاد گرفتیم که برای تبدیل روغنهای مایع به جامد در لورتوارها استفاده شد. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین شما را به خداوند بزرگ می سپارم خدایا رو نگهدارشان باشد